از من خیلی سوال می شد آقای دکتر، اگه من کرونا بگیرم می میرم. آقای دکتر، اگه کرونا بگیرم تا آخر عمرم دیگه ریام از کار می افتن. و این سوال من یکم می ترسون می ترسون به خاطر اینکه می دونستم ترس و وحشتی که ما از این ویروس کرونا داریم می تونه مانع پیشرفت دانش بشه، می تونه جلوگیری بکنه از اینکه ما بتونیم ویروس رو کنترل بکنیم از لحاظ مختلف. ویروس کرونا واقعا ترسناک هست، پندمیک ترسناکه. یعنی من فکر نمی‌کردم تو زندگیم یه پندمیک رو ببینم. همیشه تو دانشگاه پزشکی درباره اسپانیش فلو، پندمیک فلو تو 1918 به من یاد داده بودن، اما فکر نمی‌کردم تو عمرم با یه پندمیک دیل بکنم. یعنی مریضای یه پندمیک رو ازشون نگهداری بکنم. اما اگه واقعا دانش و تحقیقات کرونا رو بیاین نگاه بکنین، ویروس کرونا که اسمش از سارس کووی 2 که از خانواده ویروس های کرونا ویریده میاد، یعنی اینا ویروس هایی هستن که همیشه بودن، 4 نوع هستن که همیشه بودن. اینا ویروس هایی که هستن که سرماخوردگی خیلی خفیف رو ایجاد میکنن، مثلا من حتما گرفتم تو طول زندگیم، بچه ها خیلی میگیرن. و ویروس های بعدی که بعد از جهش های ژنتیکی در اومدن این سارس کووی 1 که الان شده، این خیلی کشندگیش بالاتر از سارس کووی 2 هست، یعنی کرونایی که الان داره اتفاق میفته. و بعد از اون یه ویروس دیگه اومد تو عربستان سعودی به اسم مرس که اون کشندگیش حتی بالاتر هم بود، یعنی 30% افرادی که مرس میگرفتن جون خودشون از دست میدادن. یعنی واقعا کشندگی ویروس کرونا پایین هست، اما میگم با این وجود به یه پندمیک تبدیل شده و اون ترس و وحشت هنوز جاستیفاید هست، یعنی یه دلیلی واسش هست. اما بازم اگه بیاین نگاه بکنین، این ویروس یه ویروس RNA هست و این یه مهمونیه که میاد خونتون اما خیلی باش حال نمیکنین، اما این مهمون بالاخره میره خونه، نمیاد باتون زندگی بکنه، به خاطر اینکه ویروس های RNA این ویروس هایی که از کرونا ویریده میان یا ویروس راینو ویروس، اینا ویروس هایی هستن که میان و میرن، شما رو مریض میکنن اما همیشه تو بدنتون نمیمونن. اما ویروس های دیگه ای هستن که RNA هستن، یعنی HIV، که اینا یه پروتئینی دارن به اسم ریورس ترانسکریپتیز و اینا میتونن جینوم خودشونو، چیزای ژنتیک خودشونو بذارن تو بدن ما. یعنی یه مهمونی که خیلی باهاش حال نمیکنین و هیچ وقت هم نمیره، همیشه فلوتون هست. پس ویروس هایی هستن که همیشه اگه شما اینو بگیرین دیگه تا آخر عمر باهاش زندگی میکنین. یعنی کسی که HIV میگیره تا آخر عمر باید درمان بشه، اینجوری نیست که مثلا 2 هفته خودش رو قرنطینه بکنه همه چی اوکی میشه. ویروس هیومن پاپیلوما ویروس، ویروس که باعث زگیل میشه، باعث سرطان دهان رحم میشه، این ویروسیه که میتونه ژنوم خودشو که DNA هست بذاره تو ژنوم شما و یه تغییراتی رو ایجاد بکنه که باعث سرطان بشه. یعنی شما اگه این ویروس رو بگیرین که خیلی‌ها میگیرن اما از نوع بعدش بگیرین همیشه درگیر هستین متاسفانه. پس اگه نگاه بکنین ویروس کرونا یکم بیشتر درباره این چیزو یاد بگیریم، ویروس کرونا ترس و وحشتش یکم کمتر میشه. بیشتر افرادی که کرونا میگیرن علائم ندارن یا علائم خیلی خفیف دارن، باز هم ترس و وحشتمون یکم داره کمتر میشه. خیلی تحقیقات خوبی داره در میاد و اوییدنس خوبی هست، شواهد خوبی هست که کسی که کرونا میگیره احتمالاً یه آنتیبادی تو بدنش درست میشه که میتونه اون از اون حفاظت بکنه، از اون فرد حفاظت کنه، حداقل تا 3 ماه میتونه از اون فرد حفاظت بکنه. پس اینم بازم چیز خوبیه. واکسن داره درست میشه، واکسن ها 2-3 هفته دیگه نتایج واکسن ها فاز 3 واکسن ها در میاد و این ما تو آمریکا بهش میگیم unheard of، یعنی همچین چیزی تو حال نشنیدیم که یه ویروس جدیدی کشف بشه یا یه باکتری جدید که ما بتونیم زیر 1 سال یه واکسن واسش درست بکنیم، واکسنی که بتونه خوب کار بکنه. پس چی شد که ویروس کرونا انقدر ترسناک شد و ترس و وحشتی که ویروس کرونا ایجاد کرد بیشتر به خاطر اطلاعات و چقدر ما به چه سرعتی ما میتونستیم این اطلاعات رو به دست بگیریم؟ و بیشتر این اطلاعات از همین اینستاگرام، از فیسبوک، از رسانه ها، از تلویزیون، اینا این اطلاعات، ترسش این بود که چقدر سریع اطلاعات داره به ما میرسه و اون اینجا ما مثلا بهش میگیم مارینیت شد، یعنی اون اطلاعات وقت نداشت قشنگ
به جا بیفته. وقتی شما غذا درست میکنین باید اون غذا جا بیفته دیگه، این اطلاعات نتونست جا بیفته. یعنی هر تحقیقاتی که درست میشد سریع منتشر میشد توی ژورنالا، خیلی ها پری پرینت بودن، خیلی ها پیر ریویو نشده بودن، یعنی کسانی تحقیقات رو ریویو نکرده بودن و اینا ریتراکت میشدن. اما خب تا اینو در میومدن توی اینترنت، توی رسانه ها، فیسبوک، اینستاگرام، اینا سریع میرفتن و یه تیتراژ میزنن که مثلا کرونا این کارو میکنه با مردم، کرونا اون کارو میکنه، و این سرعتی که این اطلاعات در میومدن به ما ترس و وحشت میدادن. و من یادم اون اوایل که کرونا شروع شده بود، یعنی قبل از اینکه حتی به ایران هم برسه، یه ویدیوهایی در اومده بود که هیچ ربطی به کرونا نداشت. اینا ویدیوهایی بودن که افراد پیدا کرده بودن از چین که یکی داشت راه میرفت یهو میافتاد رو زمین و زیرش میزدن که یه نفر دیگه جون خوش از دست از کرونا دست داد، و این واقعا هیچ ربطی به کرونا نداشت. قشنگ یادمه که یه فایلای صوتی در میومد و قشنگ تنها هدف این فایلای صوتی بود که مردم بترسونن، که بترسونن از این ویروس و اون وحشتی که این ویروس میتونه ایجاد بکنه. هر روز که تحقیقات در میومد، من یادمه تو صفحه خودم، صفحه دکتر کی، سریع میومدم یه ویدیو درست میکردم تا یه تحقیقاتی در میومد که پیر ریویو نشده بود، تو ژورنال‌های معتبر منتشر نشده بود، من با سریع این تحقیقات رو میخوندم و میومدم قشنگ توضیح میدادم، برای اینکه میدونستم رسانه‌های خیلی مختلف میتونن اینو استفاده بکنن و یه تیتراژی درست بکنن و مردم رو حسابی بترسونن. و چرا این اتفاق میافتاد؟ به خاطر اینکه ترس، ما اینجا بهش میگیم fear cells، یعنی ترس میتونه خیلی جذابتر باشه. یه رسانه ای نمیاد هیچ وقت به شما بگه که یه نفر دیگه ویروس کرونا گرفت و حالش خوب شد، 10 نفر ویروس کرونا گرفتن و هیچ کدوم هیچ مشکلی نداشتن، 20 نفر ویروس کرونا گرفتن از بیمارستان مرخص شدن و هیچ مشکل ریوی نداشتن. اینا رو نمیشه فروخت، اینا رو نمیشه اترکت کرد مردم رو باشون. برای همین ترس خیلی به راحتی شما ترس رو میتونین بفروشین به مردم و قشنگ انگار یه محصولی رو شما درست میکنین و اینو باید جذاب بکنین. و ترس خیلی سریع اسپرد میکنه، یعنی پخش میشه خیلی راحت تر از ویروس کرونا، خیلی سریع پخش میشه. مثلا من اگه بیام به شما بگم من یکی از همکارام دکتر بود، از یه بیمار کرونایی داشت نگهداری میکرد و مریض شد و جون خودش از دست داد، شما اینو خیلی راحت‌تر یادتون میمونه و اینو به دوستتون میگین، دوستتون به دوستش میگه و این هی عوض میشه، اطلاعات توش هی عوض میشه. اما من اگه بیام به شما بگم دوست من از 40 نفر کرونایی تو نیویورک سیتی نگهداری کرد، اینا رو تو ICU اینتیوبه کرد، الان حالش خوبه، پلو خانومش و پسرش همه چی اوکیه، اینو شما یادتون نمیمونه، اینو شما به پدر مادرتون نمیگی، اینو شما به دوستتون نمیگی. و مشکل این ویروس چیه؟ ویروس اینه که ما برای همه ویروس‌های داروهایی داریم که بهمون کمک میکنه، اما قوی ترین دارویی که میتونه با ویروس مبارزه بکنه سیستم ایمنی شما هست. یعنی سیستم ایمنی شما باید ویروس رو ببینه، آنتی‌بادی درست بکنه، سلولای سیستم ایمنی بیان این ویروس رو از بین ببرن و یادشون بمونه اگه دفعه دیگه این ویروس اومد تو بدن شما دوباره اینو از بین ببره. و ترس چیکار میکنه؟ وحشت چیکار میکنه؟ سیستم ایمنی شما رو ضعیف میکنه از طریقهای مختلف. و اولش اینه که شما انقدر میترسین و وحشت دارین درباره یه چیزی، خواب درست حسابی ندارین، شب تا صبح بیدارین، همش تو فکرتون اینه که من اگه فردا برم این کارو بکنم، یا فردا برم اداره، یا فردا برم مادرمو ببینم، یه وقتی اگه کرونا بگیرم و جون خودم از دست بدم چی میشه. و این اتفاقی که بر خودم افتاده، خیلی موقعا من شب ممکنه دخترم لاولا رو میخوام بخوابونم، اما وقتی که بغل من خوابیده همش تو فکرم اینه که اگه من فردا برم بیمار کرونایی مو تکر بکنم و کرونا بگیرم و دیگه نتونم دخترم ببینم چه فاجعه‌ایه. و اون ترس من بیدار نگه میداره، همون که دربارش فکر میکنم. اما دوباره درباره حقیقت نگاه میکنم و میگم این همه دکتر بالاخره دور دنیا هنوز زندن، از افرادی که کرونا گرفتن نگهداری کردن و حالشون خوبه. کسی که میترسن هم خواب بد دارن، هم تغذیه بد دارن، یعنی اصلا اینقدر فکرشون مشغول این برنامه است که مثلا من لیمو میگیرم چقدر باید اینو تو وایتکس بشورم، یا مثلا شیر میخرم چند روز باید اینو نگه دارم که ویروسش از بین بره. اینا همه اثر میذاره رو تغذیه ما و ما ویتامین و چیزایی که لازم داریم که سیستم ایمنیمون رو تقویت بکنیم باشون، بدنمون سالم باشه، اینا رو از دست میدیم.
دیگه وقتی که ما میترسیم، وقتی که ما میترسیم ورزش نمیکنیم. یعنی من چندین دفعه تو صفحه خودم گفتم ورزش کردن یکی از بهترین روشاست که شما سیستم ایمنیتون قوی بکنید. این نیست که شما برین تزریق بکنید ویتامین سه یا تزریق بکنید B کامپلکس. ورزش بکنید. هر روز اگه شما ورزش بکنید سیستم ایمنیتون قویه، قلبتون قویه، ریه‌تون قویه، همه اینا کمک میکنه. اما ترس نمیذاره ما این کارو درست حساب بکنیم و منتال استاتسمون رو، یعنی روحی روانیمون اثر میذاره. اگه ما میترسیم ممکنه اگه ما یه سابقه افسردگی داشته باشیم، استراب داشته باشیم، اینو خیلی بدتر بکنه. و کار آخری هم که میکنه اینه که اولا باعث شده که افراد سابستنس ابیوز بکنن، یعنی مواد مخدر استفاده بکنن، سیگار کشیدن، الکل استفاده کردن، مواد مخدر استفاده کرده، اینو خیلی دور دنیا بیشتر کرده. و آخرش هم این بود که میخواستم بگم اینه که ما we make wrong decisions، یعنی ما تصمیمای اشتباه میگیریم. تصمیم اشتباه چجوری میگیریم؟ وقتی که انقدر ترسیدیم یه ویدیویی که به ما نشون میده و میگه تو سشوار بگیر جلو دماغت مخاط دماغت رو خوش میکنه و این ویروس وارد نمیشه و این میتونه خیلی خطرناک باشه، یعنی اتفاقی که افتاده. یا مثلا الکل بخور که ویروس کرونا رو بکشه. و این همه جوون ما تو ایران از دست دادیم که الکل صنعتی استفاده کردن و جون خودشون از دست دادن. یا اینی که میگن سیگار بکشی ویروس کرونا نمیگیری، یا تریاک بکشی ویروس کرونا نمیگیری. یعنی اینو واقعا، یا یه چیز خیلی ساده ای که مثلا به شما میگن ویتامین د استفاده نکنید و ویتامین د برای ویروس کرونا بده و اینا، همه میتونه خطرناک باشه. یه تحقیقاتی بود از دانشگاه نورث کارولینا با جورجیا تک که نشون داد افرادی که بیشتر درباره کرونا میدونستن ترس و وحشتشون کمتر بود. و این دقیقاً همون کاری که باید بکنیم. یعنی ما باید علممون رو درباره ویروس و چیزایی که نمیدونیم دربارش بیشتر بکنیم. و همین اتفاق برام افتاد. یه شخصی که من عاشقشم تو زندگیم سرطان سینه گرفت و من انقدر ترسیده بودم، حتی با وجودی که رفته بودم دانشگاه پزشکی انقدر ترسیده بودم که نمیدونستم چیکار بکنم. و رفتم دربارش اطلاعات کسب کردم، خوندم و دیدم که بیشتر افرادی که سرطان سینه میگیرن اوکی ان، درمونا همه سیفه، میتونن زندگی طولانی داشته باشن. برای همین ترس و وحشتم از بین رفت و من برای همین صفحه دکتر کیو شروع کردم که اطلاعات بدم. از وقتی که کرونا شروع شد بیشتر اطلاعاتم درباره کرونا است و پیامایی گرفتم از مردم تو ایران که من اینقدر ترسیده بودم درباره این، اما به پست تو رو خوندم یا ویدیو تو نگاه کردم خیلی حالم بهتر شد. دمت گرم. و این واقعا خیلی واسه من دلنشین بود و من اون کارم شده بود که از وقتی که کرونا شروع شد سعی بکنم ترس و وحشت رو کم کنم. و چه بهتر که به مردم کشور بود که من اونجا به دنیا اومده بودم و اینقدر عاشق اون کشور هستم و تونستم یک کمکی بکنم. پس من چند تا توصیه دارم که ما این ترس و وحشت از خودمون دور بکنیم. و توصیه اول اینه که ریسک رو ارزیابی بکنیم، یعنی assess the risk. واقعا ببینیم که میدونم پندمیکه و خیلی دور دنیا داره میگیرن و خیلی they lost their loved ones، یعنی کسانی که دوست داشتن از دست دادن. اما واقعا اینه که با پندمیک این اتفاق میفته. This will happen with a pandemic. اما thankfully خوشبختانه درصد مرگ هنوز پایینه، یعنی هیچ وقت عوض نشد. و ما یه راه حل داریم، یعنی ما میتونیم ماسک بپوشیم، دستکش بزنیم، دستمون رو بشوریم، فاصله اجتماعیمون رو رعایت بکنیم و چانس خیلی خوبی داریم که نه این ویروس رو بگیریم و حتی اگه میگیریم میزان کمی از اون ویروس بگیریم، یعنی اینوکولم یا لود یا بار ویروس کمی رو بگیریم که سیستم ایمنی ما بتونه با این مبارزه بکنه و اینو از بین ببره. تیپ بعدی اینه که نالج خودمون رو زیاد بکنیم، اطلاعاتمون رو زیادتر بکنیم. اما اطلاعات از کجا بیاریم؟ از جاهای معتبر، نه از اینستاگرام یا فیسبوک. در صورتی که خودم صفحه اینستاگرامی دارم، اما منم اطلاعاتی که برای مخاطبینم میذارم همیشه رفرنس میذارم، میگم از کجا اومده، از سایت های این سازمان بهداشت جهانی یا CDC. تیپ بعدی اینه که یکم خودتون رو از میدیا و رسانه ها بعضی موقع دور بکنید. اگه میبینید استرستون رفته بالا خودتون رو دور بکنین و از خودتون نگهداری بکنین، تغذیه مناسب بکنین، ورزش کنین، این همه ساعت روی تلفن نباشین، چیزهای مختلف رو بخونین. و تیپ آخریم اینه که خودتون رو با افراد مثبت سراوند کنین، یعنی آدمایی که دورتون هستن سعی کنین آدمای مثبتی باشن که حرفای نگاتیو یا منفی به شما نزنن، به خاطر اینکه اون باعث میشه استرس و استراب شما بیشتر بشه. خیلی ممنون دکتر کیوان میرهادی متخصص داخلی از نیویورک. قربون همتون برم.
مرسی.